برای 400 هزار نیرویی که انگلیسی ها در منطقه داشتن، خب باید مواد غذایی و غلاتی که مورد نیاز بود تأمین می شد و خود این افسران انگلیسی اذعان دارند که با توجه به اینکه قیمت جهانی محصولات افزایش پیدا کرده و خوشسالی که در ایران ما با اون مواجه هستیم، ولی ناگزیر هستیم که این محصولات رو برای ارتش خودمون خریداری کنیم. حتی به کرات اشاره دارن که مردم ایران با یکی از سخت‌ترین قحطی‌های تاریخ خودشون دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. در قم روزی 50 نفر جان می‌دهند. اصفهان و کاشان هم روزی 100 تا 150 نفر. خبرها از کرمانشاه و شیراز هم مثل دیگر جاهاست. مردم هر چه گیر بیاورند می‌خورند. از سگ و گربه و پرنده گرفته تا پوست و برگ درختان. اما دربار و مجلس ایران در برابر این اوضاع چه واکنشی نشان دادند؟ در سراسر دوران اشغال ایران بارها و بارها دولت‌های مختلف تغییر می‌کنند و رئیس الوزراها بر اثر ناتوانی در سر و سامان دادن اوضاع و یا فشار اشغالگران به سرعت یا استعفا می‌دهند یا برکنار می‌شوند. گاهی حتی عمر دولت‌ها به چند روز هم نمی‌رسد. تقریبا من یک آمار گرفتم از حد میانگین عمر یک کابینه 4.5 ماهه، یعنی حال یکی 2 ماهه یکی 6 ماهه، ولی یک کابینه فقط مصطفی بسوق دوله است که طولانی تره یه ساله، ولی میانگین 4.5 ماهه و اینا تقریبا 50 نفرن. قشون دولتی نه نظم درستی دارد و نه قدرتی در برابر نیروهای اشغالگر. وضع دربار و مجلس هم بر همین منوار است و تدبیری برای مقابله با قحطی و بیگانگان وجود ندارد. اما چگونه ممکن است در کشوری حاصلخیز چنین قحطی بزرگی اتفاق بیفتد؟ زمانی که مردم ایران زیر فشارند، ارتش انگلیس در حال جمع‌آوری مقادیر عظیمی غله و مواد غذایی از بازار ایران است تا هم باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی شود و هم مردم ایران را از این آذوقه محروم کند. انگلیس حتی به بهانه اینکه اجازه ندهند مواد غذایی به دست دشمنانشان بیفتد، مانع ورود مواد غذایی از هند و بین النهرین و دیگر کشورها به ایران می‌شود. بر اساس گزارش‌های ژنرال دنستروویل و داناهو، انگلیسی‌ها غلات موجود در ایران را به باکو و جنوب روسیه می‌فرستادند. اما چرا انگلیسی‌ها اجازه نمی‌دادند ایران با کشورهای دیگر داد و ستد کند؟ جنرال دنسترویل که مرگ و فقر مردم بر اثر قحطی ناشی از جنگ را طبیعی توصیف می کند، در خاطراتش می نویسد: یکی از مشکلات ما آذوقه بود. نیازهایمان قابل توجه بود و باید خودمان را برای آن تعداد از نیروها که ممکن بود به این قسمتها اعزام شوند آماده می کردیم. در بحبوحه قحطی هولناکی که اوج گرفته بود، قیمت‌ها در اثر خریدهای ما بالاتر رفته و هر افزایش جزئی قیمت به معنای مرگ بسیاری از مردم ایران بود. مقاومت‌های مختلفی از طرف مردم ایران در برابر نیروهای انگلیس صورت می‌گرفت. میرزا کوچک‌خان و یارانش در نهضت جنگل گیلان، رئیس علی دلواری و همرسمانش در دشتستان جنوب و نهضت سید عبدالحسین لاری در فارس که با بسیج ایلات جنوب ایران علیه انگلیس‌ها همراه بود، برخی از این مقاومت‌ها هستند. ولی به دلیل کمبود سلاح و نیرو، هیچ کدام به جز میرزا کوچک‌خان نتوانستند باعث از بین رفتن قحطی شوند.
حتی بخشی از نیروهای ژاندارمری جنوب هم به فرماندهی سرهنگ احمد اخگر در برابر نیروهای انگلیسی جنگیدند. کشتی‌های انگلیسی هم به بهانه تأمین فضای کافی برای حمل نیروهای بیشتر به جنوب ایران از حمل آذوقه برای تأمین مایحتاج این نیروها خودداری می‌کردند تا همه آذوقه مورد نیاز آنها از غذای روزانه مردم ایران تهیه شود. مردم ایران از گرسنگی مردن تا کشتی‌های انگلیسی جای بیشتری برای حمل سرباز داشته باشند. اما نتیجه این قطعی برای مردم ایران چه بود؟ گزارش هایی که مورگان شوستر و دیگر کسانی که انگلیسی نبودن، امریکاییانی که در این زمان حضور داشتند، به عنوان مؤسسات بشر دوستانه و کسایی که در برخی از ادارات مالی و دولتی ایران حضور داشتند، نشون میده که جمعیت ایران باید بالاتر از 15 میلیون نفر بوده باشه. اما تلفات و صدمات جنگ جهانی اول این آمار رو به نصف تقلیل داد، یعنی جمعیت ایران رو به 50% اون چیزی که قبل از جنگ جهانی اول بود رو تقلیل داد. بر اساس قوانین انگلیس، انتشار اسناد محرمانه بعد از گذشت 30 سال از هر واقعی آزاد است. اما اسناد مربوط به اوضاع ایران در جنگ جهانی اول در زمره اسنادی است که کماکان انگلیسی ها از انتشار آن جلوگیری می کنند و پس از گذشت حدود 100 سال همچنان در سازمان جاسوسی انگلیس حفظ می شوند.